الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله مولانا العظيم محسرين عزيزي قرمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنا كي كبجامي سحات ملبس باشين ودائم المتول حافظ وناصر همه شما бош دوستان عزیز موضوع درس امروزی ما در سلسله مناهج محدثین امروز ان شاء الله منهج امام مالک رحمه الله را در کتاب معروفش که به نام الموطا للامام مالک رحمه الله است منهج اجره مورد بحث قرار می دهیم طبعا این کتاب قسم که از نامش معلوم است مربوط میشه به یک امام از ائمه بزرگ حدیث و فقه از ائمه چارگانه ای که در فقه متبوعین تابعین و پیروان زیاده دارن و کتاب خود هم به گونه نوشته که کتابش شامل مسائل فقهی او قضایای فقهی میشه و ویجگی کتابی است که از جمله نخستین کتابهای حدیثی که تدوین شده و به ما مکمل به شکل کامل رسیده او کتاب موطأ امام مالک است البته پیش از امام مالک برخی از کتابهای دیگری را علما و برخی از تابعین نوشته کردن ولی او کتاب ها امروز به شکل مستقل و جداگانش وجود نداره و مروج نیست ولی موطای امام مالک از جمله کتاب هایی است که در همه جوامع اسلامی چه در شرق و چه در غرب این کتاب از کتاب هایی است که در مدارس دینی تدریس میشه علما طبعا چی فقیه است چی محدث است از کتاب به نیاز شده نمیتانم بناهن شناخت این کتاب و منهج امام مالک سبده این کتاب شناخت منهجش ای بسیار اساسی و ضروری است چون ما در آغاز درس خود گفته بودیم در آغاز درس مناهج گفته بودیم که ضرورت شناخت مناهج محدثین برای کسانی که اونها در علم دین چی در حدیث چی در فقه سروکار دارن با کتاب های حدیثی سروکار دارن بسیار زیاد است چون طریقه استفاده از یک کتاب او از منهج امو کتاب واضح میشه اگر انسان یک منهج کتاب بدانه بفهمه طبعا به آسانی میتونه که از او استفاده بکنه در وقت کم استفاده بیشتر ولی اگر از منهجش معلوماتی نداشته باشه در او مورد به اصطلاح آگاهی نداشته باشه طبعا وقت بیشتر میگیره از ای شخص که او از او کتاب استفاده میکنه و بر طبعا هر کتاب از در خلال منهجش از خود اصطلاحات داره مصطلحات داره که معانی ویژه و جداگانه داره حتی برخی از ائمه توری که اونها اصطلاحاتشون با اصطلاحات جمهور جمهور محدثین متفاوت است اگر یک انسان وقتی که کتاب میخوانه و با منهجی ای کتاب آشنایی نداشته باشه اصطلاح یا ندونه، ندانه شاید در خطا و در اشتباه بفته به اساس شناخت منهج امام مالک رحمه الله در کتاب معروفش موتا از مسائل بسیار اساسی و ضروری است برای کسانی که در علم حدیث تخصص دارن و میخوان که از این کتاب استفاده بکنن ما به طور معمول تبن اغاز میکنیم از معرفیه مختصر امام مالک رحمہ الله تبن در مورد معرفیه امام مالک هر چن صحبتش صورت بگیره کمس چون شخصیت بزرگ او شخصیتی است که در عالم اسلام شناخته شده است و در مورد علمش چه در حدیث چه در فقہ هر چند صحبت شو باز هم کم است ما به طور خلاصه به خلاصه برخی از مفاهیم مختصری را ان شاء الله به خاطر مدخل به خاطر افتتاح درس ان شاء الله با شما شریک می سازیم امام مالک رحمه الله کنیش ابو عبد الله است مالک ابن مالک ابن انس ابن مالک ابن ابي عامر الاصبحي امام مدار الهجره معروف اسبه امام مدار الهجره با اساس زیکه امام مدینه منوره است و عالم مدینه منوره است و در ځای کې رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بوت د موجه درس خنده او در موجه به تدریس و افتاء برخوته امام مالک رحمه الله در مدینه منوره در سال 93 هجری تولد شد سال 93 هجری البته در خانواده تولد شد که او خانواده خانواده علمی بود خانواده بود که با علم دین با علم حدیث سر و کار داشت نه تنها پدر و پدر کلانش بلکه حتی مادرش هم از جمله زنانی بود که با علم دین علاقه بیشتر داشت پدر کلان امام مالک رحمه الله ابو عامر الاسبحی از جمله کبار تابعین از کبار تابعین طبعا با کس به کسان اطلاق میشه که اغلب روایاتشان از صحابه باشه از صحابه باشه و اونها با بیشتر عدد بیشتری از صحابه ملاقات کرده باشند بیا ما بینیم که ابو عامر اسب صاحب از حضرت عمر رضي الله تعالی عنه حضرت عثمان طلحة عایشة ابو هريرة حسان بن ثابت و رضوان الله تعالى عليه مجمعين كرده و صحابه دیگر روایت کرده و كأبو از اونها علم خود فرا گرفته و جالب است که ابو عامر اسب صاحب یکی از چهار نفری است که هنگامی که حضرت عثمان الله تعالی عنه از طرف کسایی که فتنه را در مدینه منوره برپا کرده بودند و حضرت عثمان رضی الله تعالی را به شهادت رساندند این یکی از چهار نفری بود که جثه حضرت عثمان رضی الله تعالی را از طرف شب حمل کردند و او را دفن کردند غسل دادند و چی بود بنا این شخصیت بزرگ و شخصیت است که در تاریخ اسلام جایگاه خود داره امام مالک رحمه الله در سال 179 هجری فوت شد وفات شد و گفته میشه که در آخر عمر خود مریض شد تقریبا 22 روز مرض عزیز دوام کرد و بعد از او فوت کرد مطابق امو رواجی که در او وقت بود بر خاطر فرا علم تلاش ایمه شد که یک طفل از آغاز طفولیت خود قرآن از حفظ بکنه امام مالک سب هم به شکل بود بعد از او باز رفت به طرف فراگیری علم حدیث و طبعا علم حدیث در مدینه منوره ایمه بزرگ داشت استازای بزرگ داشت به می اساس امام مالک رحمه الله به علمای مدینه منوره اکتفا کرد و از علم خدا فرا گرفت البته بیشتر گفتیم که چون خانوادهش خانواده علمی بود وقتی که علم حدیث فرا می گرفت از طرف خانواده بسیار زیاد پشتیبانی شد و به می اساس تقریبا هیچ مشکلی نداشت و تلاش میکرد که با ایمه بزرگی که ایمه علم حدیث بودن با اونها ملازم باشه و وقت بیشتری را در نزد اونها سپری بکنه به می اساس با ابن هرمز صاحب ابن شهاب زهری صاحب ربیع ابن عبدالرحمن نافع رضوان الله تعالی مجمعین که مولا ابن عمر صاحب است با اونها ملازمت بیشتر کرد و احادیث از اونها فرا گرفت وقتی که از مادرش خواست که ما میخواهم که به طلب به خاطر طلب علم بیرون شوم و چون مادرش یک شخصیت بزرگی بود یک لباس خوبی را به او پوشاند و نکته و برزو یک کلمه ای را گفت که نه تنها امروز که تا روز قیامت هر کسی که طلب علم بيرون میشه وحتى حتی برای راه و هر طالب العلم است او برش کلمه معروف خدا گفت برش اذهب الى ربيع فتعلم من ادبه قبل علمه سبحان الله اذهب الى ربيع فتعلم من ادبه قبل علمه از اینجا جایگاه مادر امام مالک صاحب هم معلوم میشه که به چه اندازه دقیق هدف و مقصد علم دین می فهمیده که به پسر خود میگه که تو پیش ربیعه ابن عبد الرحمن پیش زبر و پیش از که از علمش چیزی فرا بگیری ادب ازوره یاد بگی و ادب ازوره فرا بگی چون اساس اساسا علم بخاطر زمي است که انسان مؤدب شوه به ادب دین ادبنی فاحسن تادیبی رسول أكرم صلى الله عليه وسلم میگه که ادبنی فاحسن تادیبی بناء نگبخت و سعادت من شخصی است که برزو کس به اصطلاح مربی شوه که برزو پیش از علم بیاموزه آداب الدين آداب علم برش بیاموزه چون امی آداب هدف و علم است و علم دین بیشتر اثر خوده میگذاره و در مورد شخص اوصافش گفته میشه که شخص بسیار زاهد و پرهیزگار بود و در کار دین بسیار شدید بود هیچگاه در این مورد سستی و تنبالی نمیکرد و شخصیتش توری بود که اگر به یک مجلس داخل میشد حیبت داشت و شخص بسیار شجاع بود طبعا این برخی از اوصاف است پیشتر گفتیم که هر چند صحبت بکنیم باز هم اوصاف امام مالک سب کمتر است چی میشه آه شيوخي معروفش ابن هرمز نافع زهري الرأي زيد بن أسلم أبو الزناد عبد الرحمن بن قاسم أيوب السختياني هشام بن عروة يحيى بن سعيد الأنصاري أبو الأسود القرشي أي مي بزرجستان آش أشخاص بشار بزرجستان يحيى بن أبي كثير جملة جملة مواتي إمام محمد بن حسن الشيباني سيب امام, إمام أبو حنيفة إمام أبو يوسف رحمه الله وبعد بعد زباز بيش إمام مالك

نسخة ديگر از امام مالك سب رواية کرده وامثال از اي اهمية بزرق ومعروفة داره درمورد علماء که درمورد امام مالک صاحب اقوال را درو پیشو کو د درمورد اقوال علماء بریم یک حدیث هيكره که امام ترمذی رحمه الله از ابو هریره رضی الله تعالی عنہ روایت کرده او باس علماء وقتی که حدیث تشریح میکنن و مصداق ازی را بیان میکنن میگوین که مصداق ازی حدیث امام مالک رحمه الله است ابو هریره میفرمای که ان نبی صلی الله علیه و سلم قال يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم فلا يجدون أحدا أعلم من عالم المدينة، فلا يجدون أحدا أعلم من عالم المدينة. و رواية ديجريك ابن حبان صحيح خذ از أبو هريرة صحيح تقريبا أميها ديسس بألفاظ دي شده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يضرب الرجل أن يضرب الرجل أكباد الإبل في طلب العلم فلا يجد عالما أعلم من عالم المدينة معنى حديث إيس رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي كي نزدك مردم بخاطر طلب علم و به خاطر به اصطلاح فراگیری علم اونها سفرهای طولانی را انجام بتن و شطرها را با توسط شطرها و ساریها سفرهای طولانی را انجام بتن اونها دمی سرزمین اسلامی جوز عالم اهل مدينه کس دیگر اعلام تر اعلم تر عالم اهل مدينه کس دیگر رشد نیبان به معنی آنکه در زمان خود در عصر خود در سرزمین اسلامی از حضرت از همین شخص کرده عالم دیگری وجود نداشته باشه اینکه این شخص کی است چون رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فلا یجدون احدا اعلم من عالم المدینه تنها یک وصف بیان کرده که این شخص مربوط به مدینه منوره میشه ولی جسم و دیگه اوصافش گفته شُدة. به می اساس علماء وقت كي حديث تشريم يكون أن إسحاق من المساسة ميجيكي فبلغني عن ابن جريج أنه كان يقول نرى أنه مالك ابْنُ أنس أنس وقال يحيى بن معين سمعت سفيان بن عيينة يقول نظن أنه مالك بن أنس ببين إن دائجة آه ابن جريج سيب عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج سيب وهم ميجا كما تصور ما حديث إمام إيه مالك سيبس. وسفيان بن عيينة سيب هم ميجا مصداقي حديث إمام مالك سيبس. بن سيب إمام مالك سيبس آه بناء أن إي در فضيلته در منقبة إمام مالك سيب است آه آه شخصية زي يزي أزي واضح, واضح ميشه <applause> امام الشافعي رحمه الله در مورد شخصيه امام مالك سميك كي اذا ذكر العلماء فمالك النجم ومالك حجه الله على خلقه بعد التابعين وقت علماء ياد ياد ميشن نامشان گرفته ميش طبعا امام مالك صاحب در ميانشان ستاره است پروردگار مخلوقش بعد از تابعين طبعا يكي خو كي رسول رسول اكرم صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم التي بيستلت بیان بيون كرده ويكي شخصيتي امام مالك سيبس که ده ايجا بيون شده. امام رحمه الله میگه که اجمعت طوائف العلماء على امامة مالك وجلالته. وعظيم سيادته وتبجيله وتوقيره. والاذعان له في الحفظ والتثبت. وتعظيم حديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. میگه که همه علما با این اتفاق کردن که امام مالک سب امام است جلالتش عظمتش و او را توقیر میکنن و در مورد حفظ حدیث و تصدیق حدیث به او به اصطلاح اقرار دارن و اعتراف دارن این برخی از اقوال بود که در مورد شخصیت امام مالک رحمه الله گفته شده طبعا اقوال زیاد دیگری هم وجود داره م در مردا مام مالک خدند متال براز ی حافظه بسار خوبادحفظ بسار قوبود بم ا و خد مالا در خدمت علم حدیث قرار دادو علم دث رسولاکرم اهساو فرارفتبدیررسنمالم صهخبانمن من قدم علينا الزهري فأتيناه ومعنا ربيعة فحدثنا نيفا وأربعين حديثا ثم أتيناه في الغد فقال انظروا كتابا حتى أحدثكم أرأيتم ما حدثتكم به أمس قال له ربيعة ها هنا, ها هنا من يرد عليك ما حدثت به أمس قال ومن هو قال ابن أبي عامر قال هاتي فحدثته بأربعين حديثا منها فقال زهري: ما كنت أرى أنه بقي أحد يحفظ هذا غيري. سبحان الله. قصّش مختصرًا إياس. إمام زهري سيب، طبعًا إبن شهاب زهري سيب در شامبوت إمام مالك سيب، قال: كأو... أحمد آ... بمدينة منورة. ما امروی استاز خود ربیعت الرای امروی ازو رفتیم به مجلس امام زهوری صاحب و طبعا امام زهوری صاحب وقتی که به یک منطقه می رفت علما به خاطر فراگیری حدیثی که امام زهوری صاحب داشت پیش از او رفتند و حدیث فرا می گرفتند ما هم امروی استاز خود رفتم و تقریبا چیزی بالا 40 حدیث چیزی بالا 40 حدیث در یک روز و در یک مجلس بر ما بیان کرد ولی ما می شنیدیم نوشته نمی کردیم فردا باز آمد وقتی که آمد استاد مسوخ خواست که احادیث بیان بکنه او گفت که من خود دیروز برای شما حدیث بیان کردم نمیفهمم که او احادیث شما فرا گرفتین یاد گرفتین و نگرفتین یک کتاب چیزی بیاره نوشته بکنین ربیعه الرای میگه استاد من برش گفت که چی نکو در این مورد به اشکال نیست و تشویشی نداشته باش یک کسی از در ایجا که نیاز به کتاب و کتابچه نداره چیزی را که دیروز بر ما تو قرائت کردی احادیث خاندی او را برات امیال تکرار میکنه او گفت کی از شخص گفت ابن ابی عامر امام مالک گفت بسم الله شروع کو حدیث را که دیروز برد بیان کردم میگه امام مالک میگه که امو چل حدیث چیز بالا چل حدیث بود او را یک یکی در حضور زهری صاحب او را تکرار کردم امام زهری صاحب وقتی که حافظه ازیر دید گفت که من تصور نمی که جز ما کسی دیگر این حدیث یاد داشته باشه و به شخصیت از او اعتراف کرد خود امام مالک سه در یک جای دیگری قول معروفش است میگه که سا حفظ الناس لقد كنت آتي سعيد بن المسيب وعروة والقاسم وأبا سلمة وحميدا وسالما وعدد جماعة فأدور عليهم أسمع من كل واحد منهم من الخمسين حديثا إلى المئة ثم أنصرف وقد حفظته كله من غير أن أخلط حديث هذا في حديث هذا سبحان الله إمام مالك سميك حافظي مردم إمروز بسار زيفش ودماء ميك خدش قسمي كونك بيش علماء زيادة سعيد بن المسيب سعيد عروة بن زبير قاسم نبی بکر ابو سلم حمید سالم پیش از یا می رفتم جماعت دیگر رام نام گرفت و در مجالسشان اشتراک می کردم و از هر یکی از اینها بیشتر از پینجا تا صد حدیث ای را و بعد از اون می رفتم همه ای در حافظه ما میمان بدون از اینکه ای حتی, ای حتی از پیش ما مخلوط شد و خلط شد که ای از عروه سایباس یا از سعید ابن مسایب سایباس یا از قاسم نه از هر شخص پینجا شست افتاد حدیث می شنیدم و او را کاملا در ذهن می بود که ای از فلانه است ای است ای است به می اساس امام زهری صاحب به حافظی از اقرار ما يكون اعتراف ما يكون برش می که انت من أوعية العلم انت من أوعية العلم و انک لنعم المستودع للعلم مه كي تو یک ظرف خوب از علم هستی و بهترین خزانه لمست که ارکس مخوا لم خده ناه کنبا تو بهترین خزانه است بخاطر هدفوهم مقصد بهای ساس مام ملک صبدرحافظ بسیار خوببودوتک لمخهفرامرثوفتف او بوس به حیثیت مفتی در مسجد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در او جمع شینه ولی ای به شکل نس کی هر کس به استرا از یک مجلس علم یک سناده بگیره و برو دعوای افتا و دعوای به استرا علم استازیره بکنه او خودش میگه که ما تا هنگامی که هفتاد ش... شیخ یا استاز ما به بی... اصطلاح اعتراف نکردن نکرده بودن که تو اهلیت فتوا را داری تا او وقت ما در چی نش... ننشستم به خاطر فتوا به خاطر تدریس ننشستم وقتی که هفتاد تن از استازای ما شاهدی دادن بعد از اون ای پیدا کردم که به تدریس علم و به فتوا بشینم به می اساس ایجا گفته میشه که وقتی که هفتاد تن از استادای از برش به اصطلاح مشوره دادن بعد از او در مسجد نبوی یک مجلس را مجلس جداگانه ای را به خاطر درس و افتای خود بیان کرد و خودش تلیم اوردی یک مسله رو بیان میکنه که میگه که ایتو حالت مسجد نبوی تو نبوت که هر کس دلش بخوها و بیا به درس و افتا بشینه میگه که لیس کل من احب ان يجلس في المسجد للحديث والفتى جلس ایتو نسکه هر کس بخوها و بیا و به در کنجو در کنار بشینه و درس شروع بکنه تا وقتی که با اهل صلاح اهل فضل و اهل کسبرا کسایی که متولی مسجد بودن با اونها مشوره صورت نمیگرفت و او را اهلیت د او اهلیت نه میدیدن تا او وخت نشسته میتونست و خودش میگه وقتی که هفتاد تن از استادای ما شاهدی دادن بعد از ما به این مجلس نشستم و جالب است که مجلسش در مسجد نبوی بود و در جای می مي نشست که حضرت عمر رضی الله تعالی او در اوج تقریبا امو دفتر حضرت عمر صاحب بود و در اوج شورا و فیصله و قضای حضرت عمر صاحب در صورت میگرفت در مور د عمرش تبن مصادر دینی د ایمورت کې کوم چند ساله بود چې په فتوا نشس چیزی وفته نه شوه په ضبط او تبن سکوناتش درخانه عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی خو در مولد السفاتش وكان يقول حق على من طلب العلم أن يكون فيه وقار وسكينة وخشية وأن يكون متبعا لأثار من مضى وينبغي لأهل العلم أن يخلوا أنفسهم من المزاح وبخاصة إذا ذكروا العلم سبحان الله أهذا بعلم بيان ما میگه کسی که به طلب علم بیرون میشه بالای زو فرض است حق است که دارای وقار و خشیت باشه و متبع و پیرو آثار گذشتگان باشه و در مورد مذاق و به اصطلاح اشتغال به لهو لعب باید احتیاط بخصوص در مجالس علم و يقول من آداب العالم ألا يضحك إلا تبسما علما باید اگر خنده‌همی کنند تبسم داشته باشند قهقهه با صدای بلند خنده کردن با علما نمیزیب ويصف مطرف تلميذ الامام مالك رحمه الله حاله عندما انتقل درسه الى بيته فيقول وقتك اوز درس خد بخانه خد بورد مطرف يك شاگردش بيان ميكنه ميگه كه او در خانه خود بود و وقتی که مریض شد در حالت مرض باز امو کنیزی که بود کسی که می در بیرون دانه دروازه امام مالک او کنیز پیش می برامد پیش اونها و برشان می گفت که شما آیا ضرورتتان چی است؟ آیا کدام مسئله فقی را پرسان میکنین یا حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم اگر ضرورت اونها مسئله فقی می بود امام مالک بر حالتی که می بود می برامد گپ اونها را می و جواب میداد که اینی حکم فقی است ولی اگر برش گفته که نه ما می که حدیث رسول الله صلی الله علیه از امام مالک سب بشنویم باز برشان گفته میشد که شما تا ایک که حضرت امام مالک سب غسل می کرد و لباس خوب می پوشید و خوشبوی را استعمال می کرد و بعد از او باز به اصطلاح حا مره بسار و باز وقت جاي مشخصي كه به خاطر تدريس الحديث بود او براش آماده مي‌شد باز برامد در حالت بيشار خشوع و حتي مسجد خوشبو مي‌كرد و حديث رسول اكرم صلى الله عليه وسلم به شكل شكل در مجلس پروقار و پرهيبت او بيان مي‌كرد عبدالله مبارك مي‌گه كه كنت عند مالك وهو يحدثنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلدغته عقرب بست عشر مره ومالك يتغير لونه ويصفر ولا يقطع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله المبارك سب قسم يكون كما ما در نزد امام مالك سبدوم در مجلسش حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان ميكرد تقريبا 16 بار اير و رنگ ممالک مالک تغییر می ولی حدیث قطع میکرد وقتی که از مجلسش فارغ شد ما برش گفتم که امروز تو در یک حالت دیگری دیدم تعجب بود او گفت که بله ما گجدم مر گزیت ولی ما به خاطر اجلال و تعظیم حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم خدا قطع نکردم سبحان الله اینها حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به این اندازه اونها احترام میکردن اونها به دیده قدر می نگریستن به اساس توصیه ما برای خودم و برای شاگردهای عزیز امامی است که در مجالس علم همیشه چی در صنف باشند چی در مسجد باشند چی در یک جای دیگر وقتی که مجلس علم و مجلس علما میباشه اوجا انسان کو تلاش بکنه که با وقار با هیبت با رسول الله صلى, الله صلى الله عليه وسلم احتصابا او علم دينس ورا احتسابا در اوجا به می شکل بشینه خد اولن متال به اساس علما نسبی انهو میگردن او فیضی که در علم به ازو بهره گرفته يبود مختصرا در مورد تعريف امام مالك رحمه الله وان شاء الله در درس بعدي در قسمت بعدي در مورد كتاب امام مالك سب ان شاء الله صحبت داريم صلى الله تعالی على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين